با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز من کوروش باغری هستم و این رادیو آرامش امیدوارم که هفته ای شاد و پربرکتی را در فیض ایسای مسیح سپری فرموده باشید خدا را شکر می کنم که فرصت دیگری عنایت فرموده تا بدین وسیله در خدمت شما باشیم دوستان گرامی هدف برنامه های رادیو آرامش اعلان پیام فیض و محبت خداوند در انجیل مقدس می باشد عزیزان خداوند یکتا و مهربان همه شما را در هر شرایط و موقعیتی که هستید بی نهایت دوست می دارد. خداوند بسیار مشتاق است تا با شما پدرانه صحبت کند. از شما دعوت می کنم تا با قلبی باز و خاطری آسوده به پیام امروز خداوند گوش فرا دهید. شنوندگان عزیز عنوان این مطالعه هست پیام واقعی صلیب عزیزان در جامعه هایی که امروز ما در آنها زندگی می کنیم نشان صلیب را در همه جا می بینیم بسیاری از مردم جامعه های ما صلیب را بر گردن خود می آویزند ولی از پیامی که آن صلیب برای آنها داره به درستی آگاه نیستند مشاهده صلیب برگردن گروه های مختلف مردم یا در ساختمان کلیساها و جاهای بسیار دیگر این سوال را برای ما به وجود میاره که چرا مسیحیان بر روی صلیب اینقدر تأکید و پافشاری دارند در حالی که صلیب در نگاهی سطحی به آن معرف وحشتناکترین مرگیه که یک انسان میتونه بر روی آن تجربه کنه دوستان پولس رسول نیز در تأکید خود بر اهمیت پیغام صلیب در نامه خودش به قلاتیان در قلاتیان فصل 6 14 میگه و اما من خدا نکند که به چیزی جز صلیب خداوند ما عیسی مسیح ببالم که به وسیله آن دنیا برای من مسلوب شد و من برای دنیا آمین عزیزان دلایل بسیار زیادی وجود دارند که چرا مردم از صلیب به طرق گوناگون استفاده می کنند؟ اما متاسفانه گاهی این عزیزان اهمیت قدرتمند پیام صلیب را به درستی درک نکرده اند. حقیقت اینه که پیامی عالی و فوقالعاده که قادر به تأثیر بر روی زندگی هر انسانی می باشه در سمبل صلیب وجود داره که شناخت صحیح از آن برای ما از اهمیتی حیاتی برخوردار می باشه. اگر ما پیام واقعی صلیب را درک نموده و آن را بپذیریم آنگاه معنای زندگی واقعی را نیز درک خواهیم نمود زندگی که تنها در صلیب معنا پیدا کرده یک صلیب معرف عدالت خداوند است عزیزان خداوند فرزند خود عیسی مسیح را به این جهان فرستاد تا به جای انسانهایی که بر علیه او اوسیانگری نموده بودند بر روی صلیب جان خودش را داوطلبانه هدیه کنه در نگاه اول به این حقیقت شاید به نظر ما این نامعقول و غیر منطقی برسه و از خودمون سوال کنیم که چرا؟ چرا خداوند باید یگان فرزند خود را برای نجات انسانهای گناهکار بدان طریق وحشتناک مصلوب می کرد. در ارتباط با این مهمه که پولس رسول در اول قرنتیان فصل یک آیه هجده می پیام صلیب برای آنانی که در راه هلاکت هستند پوچ و بیمعنی است ولی برای ما که در راه نجات هستیم قدرت خداست آمین دوستان خداوند ما قادر مطلق دانای مطلق و بسیار مهربان است او در هر عمل خود حکمت الهی را دنبال می فرماید. از این جهت برای یافتن پاسخ به سؤال خود باید به کلام خداوندمان در کتاب مقدس انجیل مراجعه کنیم با مطالعه صحیح و دقیق کلام خداوند او به ما می آموزه که چرا فرستادن یگانه پسرش عیسی مسیح و مرگ داوطلبانه او به جای انسان گناهکار بر روی صلیب از اهمیت استثنایی برخوردار می باشد قبل از هر چیز باید این حقیقت مسلم را پذیرفته باشیم که خداوند همیشه در استانداردهای مقدس خود به طور صحیح عمل میکنه بنابراین وقتی ما در خارج از اراده الهی او زندگی کرده و نسبت به خواست مقدس و قوانین و استانداردهای او بی‌حرمتی کنیم در واقع گناه کرده ایم و خداوند باید با عدالت الهی خود با گناه ما برخوردی عادلانه داشته باشد بنابراین اولین کلمه ای که مفهوم واقعی پیام صلیب را تشریح میکنه عدالت است عزیزان طبق استانداردهای مقدس خداوند همگی ما انسان ها به خاطر سرکشی هایمان از او زیر قضاوت الهی او قرار داریم قضاوت الهی خداوند هم در قبال گناهان ما مرگ است و جدایی ابدی ما از او کلام خدا در رومیان فصل 6 آیه 23 به این مهم چنین اشاره دارد این آیه می‌فرماید زیرا مزدی که گناه می دهد موت است اما خدا به کسانی که با خداوند ما عیسی مسیح متحد هستند حیات جاودان می بخشد آمین بله عزیزان حکم به حق و عادلانه خداوند می در حق ما انسانهای گناهکار اجرا می شد ما به حق محکوم بودیم تا به خاطر گناهانمان مرده و برای همیشه هم از خداوند به دور باشیم. خداوند در عدالت و قدوسیت و درستکاری خود نمی توانست گناه ما را نادیده گرفته و از آن بگذرد. از طرفی دیگر ما هم با ذاتی گناه آلود به دنیا آمده ایم و ضعیف بوده و قادر به کاملا بی گناه زیستن نمی باشیم. بنابراین مجازات به حق و عادلانه خداوند به طور کامل شایسته آنچه که ما بوده و انجام داده بودیم می بود. یعنی مرگ و جدایی ابدی از او اما درست به موازات همین زمان حقیقت منحصر به فرد دیگری نیز خود را نشان داد و آن حقیقت محبت خداوند برای انسان گناهکار بود خداوند به خاطر محبت بیمانندش برای انسان گناهکار از او جدا مانده تصمیم به انجام عملی استثنایی گرفت که فقط از محبت خود او سرچشمه می گرفت دوستان خداوند برگزید تا مجازاتی را که ما لایق و شایسته آن بودیم خود کاملا پرداخت نماید از این جهت خداوند یگانه فرزندش عیسی مسیح را به این جهان فرستاد تا به جای ما او جان خود را داوطلبانه هدیه بشر گناهکار نماید از آنجایی که عیسی مسیح تنها انسان کاملا بی گناه بود تنها او می توانست واجد شرایط و دارنده تمامی مقتضیات برای یک جانشین مناسب برای ما باشد دوست من تا زمانی که ما این حقیقت را در مورد مفهوم واقعی پیام صلیب به طور صحیح درک نکرده باشیم معنای واقعی صلیب را نیز درک نکرده ایم پس صلیب تنها معرف محبت نیست اگرچه صلیب والاترین سمبل محبت برای بشریت می باشد بلکه صلیب معرف عدالت خدا نیز هست عدالت خدا در مجازات انسان گناهکار عزیزان خداوند تنها با آنچه که ما انجام می دهیم برخورد نمی کند بلکه او با قلب، روح و جان ما هم سر و کار دارد خداوند کاملا تمامی وجود و طبیعت ما را می بیند و آن را عوض می کند وقتی ما با وجود هر گناهی و در هر شرایطی که باشیم صلیب عیسی مسیح را گرامی داشته و خود عیسی مسیح یعنی کسی را که جان خود را بر روی آن صلیب به جای ما هدیه نمود به عنوان منجی خود برگزینیم آنگاه خداوند ما را مبدل به انسان جدیدی میگرداند در کلام خدا در دوم قرنتیان فصل پنج آیه هفده می خانیم که کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است آمین عزیزان خداوند ما را از درون عوض نموده و به تدریج مبدل به آن انسانی که از ازل منظور وی بوده و هدف خلقتش را داشته است میگرداند دو صلیب معرف حکمت خداست دوستان دومین کلمه ای که پیام صلیب را تشریح میکنه حکمت میباشد عزیزان هیچ انسانی در هیچ زمانی هرگز نتوانسته است توسط خرد انسانی و گناه آلود خود در استاندارد خدا زیسته و کاملا از هر گناه بدور باشد هیچ انسانی قادر نبوده تا خود را در سعی و تلاشش برای خوب بودن از گناه نجات دهد کلام خدا در اول قرنتیان فصل یک آیه 21 این مهم را بدین گونه تشریح می کند خدا در حکمت خیش چنین مقرر فرمود که جهانیان نتوانند با حکمت خود او را بشناسند بلکه صلاح دانست که به وسیله همین پیام پوچ و بیمعنی ما ایمانداران را نجات بخشد آمین دوستان عرض شد که پیام انجیل که همان نجات انسان گناهکار فقط به وسیله ایمان او به عیسی مسیح می باشد به نظر کسانی که تصمیم گرفته اند آن را نپذیرند غیر معقول و غیر منطقی به نظر می رسد سوال اینجاست که چرا؟ چرا حکمت خداوند در نجات انسان گناهکار توسط ایمان قلبی آنها به عیسی مسیح به نظر بعضی غیر معقول و غیر منطقی است پاسخ به این سوال این است که زیرا حکمت خداوند با حکمت انسان فانی و محدود متفاوت است و با هم قابل مقایسه نمی باشند انسانها اشتباه مهلکی می کنند زمانی که تصمیم می گیرند تا خود را با سعی در انجام اعمال خوب خود نجات دهند این گونه انسانها فریب این نیرنگ شیطان را خورده اند که شاید گناه و نتایج آن آنقدرها هم بد نیستند پس نباید آنها را جدی گرفت عزیزان به همین علت است که حکمت خداوند میتواند در صلیب دیده شود زمانی که عیسی مسیح بر روی صلیب جان داد رومیان که جهان آن زمان را تحت سلطه امپراتوری خود داشتند شهروندان مجرم و محکوم به اعدام خود را توسط صلیب نمی کشتند به این دلیل که مرگ بر روی صلیب بسیار وحشتناک و شرماور بود حال سوال اینجاست که پس چرا خداوند اجازه داد تا یگان فرزندش عیسی مسیح بدان طریق وحشتناک بر روی صلیب بمیرد پاسخ به این سوال این است که زیرا تنها با مشاهده مرگی آنچنان وحشتناک است که ما تاوان واقعی گناهانمان را دیده و درک می کنیم و دیگر اینکه خدا اجازه داد تا یگان فرزندش بر روی صلیب به طور مشهود و فیزیکی جان بدهد تا برای ما به اثبات برسد که عیسی مسیح به راستی تاوان تمامی گناهان انسان را یک بار برای هم میشه بر روی آن صلیب پرداخت نمود عزیزان انسانی که سعی داره تا خودش را با انجام اعمال خوب نجات بده هرگز اطمینان نداره که آیا او به اندازه کافی اعمال خوب انجام داده یا نه هر انسانی در وجدان بیدار و فروتن خود میپذیره که حیات بیگناه بر روی این کره خاکی برای هیچ انسانی امکان پذیر نمی باشد اما خداوند توسط ایمانمان به عیسی مسیح راهی مهیا فرموده است تا ما از نجات خود و دریافت حیات ابدی در نزدش در بهشت اطمینان داشته باشیم به همین دلیل او در کلامش در رومیان فصل ده آیه سیزده به ما میگوید هر که به خداوند روی آورد نجات خواهد یافت آمین عزیزان هیچ راه دیگری نجات و زندگی ابدی در بهشت با خداوند را تضمین نمی کند. سه صلیب معرف محبت خداست دوستان سومین کلمه ای که پیام صلیب را تشریح میکنه محبت است محبت خداوند به او اجازه نمیداد تا گناه انسان را نادیده انگارد اما محبت وی او را برانگیخت تا راه نجاتی برای انسانهای گناهکار از مجازات گناهانمان مهیا فرماید خداوند خود بهای به کامل اصلی و نهایی گناهان ما را پرداخت نمود تا ما از اسارت گناه آزاد شده و در قدرت روح القدس زندگی کنیم وقتی ما به عیسی مسیح ایمان می آوریم ما به عنوان فرزند خوانده به عضویت خانواده الهی خداوند پذیرفته می شویم پس از آن دیگر هیچ عملی باقی نمی ماند تا برای نجات ما از گناه ضروری باشد خداوند بدون هیچ قید و شرطی ما را پذیرفته و بخشیده است عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل ده آیه 28 میفرماید من به آنها حیات جاودان میبخشم و آنها هرگز هلاک نخواهند شد و هیچ کس نمیتواند آنها را از دست من بگیرد آمین دوست من این پذیرفتگی ما توسط خداوند نباید بدین معنا تلقی گردد که حال ما می توانیم در زندگی گناه آلود گذشته خود ادامه دهیم بلکه برعکس چون خداوند آنقدر ما را دوست داشته و محبت نموده است باید حال در نهایت پاکی و فروتنی در اراده مقدس او برای زندگی تازه دریافت نموده از او زندگی کنیم. چهار صلیب معرف قدرت خداست. عزیزان چهارمین ای که پیام صلیب را تشریح میکنه قدرت خداوند است. دوست عزیز من برای خدای قادر مطلق مهربان فرقی نمیکنه که شما چقدر گناهکار بوده اید یا چند وقت است که در گناه زندگی می کرده اید قدرت عالی خدای قادر مطلق توسط مرگ عیسی مسیح و قیام او از مردگان قادر است تا نه تنها مجازات گناهان را از شما دور سازد بلکه شما را از کنترل و اسارت هر گناهی نیز آزاد سازد در اینجا باید بار دیگه فرمایش پولس رسول را در اول قرنتیان فصل یک آیه هجده یادآور شوم آنجا که ایشان می‌فرماید پیام صلیب برای آنانی که در راه هلاکت هستند پوچ و بیمعنی است ولی برای ما که در راه نجات هستیم قدرت خداست آمین عزیزان سوال اینه که چرا این گفته حقیقت داره؟ پاسخ اینه که زیرا کسانی که به عیسی مسیح ایمان آورده و نجات او را دریافت نموده اند حال می توانن باور کنند که بر روی صلیب خداوند قدرت الهی خود را برای غلبه بر گناه و مرگ به نمایش گذارد توسط آن قدرت الهی خداوند بر روی صلیب است که ما از مرگ یعنی جدایی ابدی از خداوند برای همیشه نجات یافته ایم دوست عزیز من عدالت و دادگری خداوند رستگاری شما را امکان پذیر می سازد. حکمت خداوند نقشه نجات او را در قلب و وجدانتان برای شما آشکار می سازد. محبت خداوند نجات دریافت نموده از او را برای تان تا ابدیت محافظت می نماید. لطفا به این نکته دقت بفرمایید. این خداوند است که تمامی اینها را برای شما انجام می دهد. شما هرگز قادر نخواهید بود نجات خود را با سعی در اجرای قوانین دینی و مراسم مذهبی به دست آورید عیسی مسیح در محبت و قدرت الهی بیمانندش نجات را برای شما بر روی صلیب مهیا فرمود تنها کاری که شما می توانید انجام دهید این است که هدیه گرانقدر او را از وی دریافت نمایید دوست عزیز من اجازه بدهید تا در پایان صحبتم از شما سوالی بپرسم سوال من این است که پیام صلیب به نظر شما چیست عزیزان حقیقت پیام صلیب این است که عدالت حکمت محبت و قدرت خداوند برای پیروزی بر مرگ و گناه به شما هدیه داده شده است بنابراین منصفانه و عاقلانه است تا ما صلیب را که نشان خاص تعهد خداوند تا ابدیت است پذیرفته و آن را گرامی بداریم دوست عزیز من این مهم نیست که در این لحظه شما در چه شرایطی هستید و خود را چقدر گناهکار می دانید. خداوند شما را همان گونه که هستید بی نهایت دوست دارد و به شروع رابطه ای پدر و فرزند گونه فرا می خاند. اگر می خواهید از میزان محبت خداوند برای خود اطمینان حاصل کنید به صلیب و اینکه وی برای شما بر روی آن صلیب چه فداکاری عظیمی نمود و چه بهای سنگینی را متحمل گردید بیندیشید دوست گرامی من عیسی مسیح شما را در همین لحظه خواهد پذیرفت و زندگی نوی برای بودن با خود تا ابدیت عطا خواهد فرمود جلال بر نام عیسی مسیح مهربان و آرامش الهی او همواره با شما آمین